به یاد سرهنگ معزی و پرواز بزرگ. مجاهد خلق جلیل فقیه دسفولی از تیم حفاظت در هواپیما که سردار خیابانی بعداً به او و فرماندهش علیرضا باباخانی عنوان قهرمان داد. سرهنگ معزی اگرچه الان شما نیست و در اعلای لیگینه، ولی در قلب من و ما جاودان است. سرهنگ معزی با مسئولیت و کاری که انجام داد، که خودش میگفت بزرگترین عملیات زندگیش و بزرگترین مسئولیت عمرش، با این کار به مردم ایران، به ایران ایرانی خدمت کرد. مطمئنم که اون الان به کهکشان شهدای مقاومت پیوسته و با دکتر کاظم کاری رو کردند که مسیر تاریخ رو در ایران عوض کرد. من اولین باری که سرهنگ معزی رو دیدم تو بوبوی سال 60 تو تهران بود. اون موقع هم فشار نظامی وحشتناک بود تو تهران. من به علت کارم میدونستم که چه کسی سرهنگ، ولی در اولین برخوردی که با اون داشتم، یه برجستگی ویژه‌ای که سرهنگ داشت خاکی بودنش بود. خیلی خاکی بود که این کامل تو چشم میومد، ولی از اون طرف آدم بسیار دقیق تو کار و مسئولیتش بود. خیلی جدی تمام ریزکاری ها رو دونه دونه هم میگفت، هم آموزش میداد، هم چک میکرد. در عرض دو سه روزی که با هم بودیم، به طور واقعی نکاتی رو در رابطه با پرواز و اینا به ما آموزش داد که همه تو صحنه به ما کمک میکرد. من افتخار حضورتون پرواز بزرگ رو داشتم، ولی میتونم بگم که بدون جسارت و شجاعت سرهنگ این پرواز انجام شدنی نبود. تو خود پرواز، همون قسمت اول، هنوز پرواز انجام نشده بود، هنوز رو باندم نرفته بودیم، یه اشکالی توی صحنه پیش اومد که پیش بینی نکرده بودیم. بلافاصله به سرگرد اسکندریان گفتش که سرگرد پرواز سازمانه، پاشو درو ببند. و خودش هم در جا همونجا شروع به حرکت کرد. حالا هواپیمایی که درش باز بود، ولی اینا رو دیگه محاسبات خودش بود و به سرعت از اون صحنه خارج شد. یا تو خود پرواز اون قسمتی رو که رادارا ما رو گرفتن، بعد هواپیمای F-14 رژیم پشت ما بود و میگفتش که میخواست تهدید میکرد که میزنم، اخطار میکرد میزنم. جلومونم موشکای های تبریز رو داشتیم. سرهنگ سرعت تو اونجا نقطه نقش کیفی داشت. سرهنگ با تمام سرعت این مسیر رو داشت میرفت، به طوری که مهندس پرواز اومد بهش گفت سرهنگ بالا کنده میشه. برگشت با متانت و تو معنینه گفت نگران نباش، من هستم. و اون صحنه ای رو که واقعا فشار
خیلی زیادی داشت با طمأنینه که خاص خودش بود جمع کرد. بعد از سال 60 هم اگر بخوام بگم این همین ویژگی رو توی مناسباتش داشت. رابطه ای رو که با خود برادر داشت خیلی برجسته بود. خودش میفهمید که دنبال چه کسیه. خودش میفهمید که باید چه تنظیمی رو بکنه. این همین رابطه رو بعداً با خواهر مریم ایجاد کرد. این عنصر انقلابی و مردمیش بود. اون زمان یادم به بعد از سالهای 61 اینا یه دوره بود میان بازا زدن به سازمان و براشون باب کرده بودن که به سازمان بزنن. یادم تو اونجا بهزاد همیشه خط اول دفاع بود. همیشه مدافع سازمان بود. توی مرزبندی با دشمن مرزبندی ها واقعا قوی بود. یعنی اونجا جایی بود که مطلقا مماشات نمی کرد. مماشات نمی کرد یعنی مدافع بود و مهاجم. رو به دشمن مهاجم بود. به بهزاد خیلی امکانات می دادن که بتونن فریبش بدن. و اگر می خواست می تونست بهترین امکانات رو داشته باشه. ولی همین اینا رو ول کرد. اومد تو اوور یه زندگی ساده جمعی با مجاهدین رو ادامه داد. اونم نه یه سال و دو سال و این همه سال اینطوری زندگی کرد. توی کار و اینام واقعا هر کاری رو که بود انجام میداد. یعنی این ارزش خاکی بودنش همیشه باهاش بود. اینجا چند وقت پیش دیدمش. سنش بالای 80 بود. ولی همون بهزاد بود. البته با یک تفاوت، عمق خیلی بیشتری توی ارزش‌های مجاهدین و آرمانی داشت. سر حال، پرنشاط. یعنی واقعا فکر میکردم جوانتر شده. و این انتخابی بود که خودش کرده بود. گفتم این همیشه میگفت. میگفت که این بزرگترین مسئولیت عمرم بود. و واقعا هم به بهترین نحو اونو انجام داد. درود بر بهزاد معزی، بر عزمش، بر رزمش، بر پایداریش.